ببین آقا. شگفت‌انگیزترین و ماجراترین اثر جنایی بر پرده سینما می آید. ده سایه خطرناک. داستان دختری جوان که سرنوشت او را گرفتار مخوفترین بازی‌های خیش ساخت و او را در ورطه افکند که عشق و توطئه و خیانت از یکدیگر شناخته نمی شد. ماجرای مرموز بود که رازهای شگفت‌آورش چون پتکی بر پیکر او فرود می آمد و او را به مرگ و جنون نزدیک می شد. این دختر گرفتار توطئه سایه‌های خطرناک بود. ده سایه خطرناک، چه در شب و چه در روز این ده سایه خطرناک او را لحظه ای آرام نمی گذاشتند. و از آنجا که آرامش در میان خودشان نیز برقرار نبود، ماجرا لحظه به لحظه به اوج هیجان نزدیک می شد. این یک اثر اعجاب‌آور و تحسین‌انگیز از سینمای ایران است. ده سایه خطرناک، یک فیلم با لحظاتی مملو از دلهره و هیجان، آنچنان که شما را غرق التهاب سازد. خطرناک، یک فیلم با ماجراهای تکان دهنده آنچنان که شما را به هراس و وحشت کشد. با هنرمندی فروزان، ستاره پیروز و موفق سینما، امین امینی، چهره هنرمند و پرارزش، همراه با جغشا روفی در یک نقش جنایی استثنایی، بایم نادره، آراسه، دلیله. تفاخی آقا میتی کل پز کل هش هز داره هز یا پیاز و نون بده پیاز بده بنده بر کنون با من هرچی بحث داریم کل بچه هم میزنیم بریم سینم دونات برای چیل زده بودم تو کار زده بابا نانا خورکو خوردش کن بابا خورکو لا اله الا الله جو چا دیگه نون دیگه خورکو سلام قربان خیلی خوش آمد سوپ بخیر بو یواش بابا قربان تو برم یواش برر خانه خراب کله پاچه رو نخورده دست ما رو خورد کرد کله پاچه چه قدرتی داره حالا جواب این مشتری رو کی میدین آقا میتی چرا نمیاد آقا بابا خیلی خوش اومدین. نونتون خوب کنه. الان چه کمتون سیر میشه. خود کنینم. آره نه واسه نونتون خوب کنه.
بابا چی شد رفت نشه پر؟ دادا چی شد؟ سر صبحی دل درد گرفتیم پس کنین آقا به چی؟ نه حوصله کن نونه تا خورد کن فرده رو چرا میکشی؟ خفه چشم میخوام لوج خانوادگی رو دایر بکنم به من مربوطی نیست ولی یادت دیروز سر همین لوج خانوادگی زری چه قشقرقی سر آقا مجی در آورد خدایا آخه ما چه گناهی کردیم که جماعت زنانه نباید توی این منزل بیاد مگه ما دیر نداری اصلا تو با من چی میگی؟ تو چی کاری داری با من عربی دلی؟ آخه چی کاری؟ برو چشم بابا چی شد این آقا متی؟ ما چه زب کردیم؟ نه تخورد بابا بابا جان نشه داره بردیم پس چی شد ما که مردیم از گاشنگی نراحت نباش قربان یه قدر نه خورد بکن الان آقا میکی میاد یه قربان آه یه نازم شده که در دیگه باید آقا میکی یه قدر باید سر تو بی سلوات بفرستین بر محمد و آل محمد سلوات دل کن دیگه باره الله محمد الله محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم اوستا کریم به امید تو آقا میتی جون آقا میتی سام علیک می اینجا کارت دارم گه دختر صوبه به این زودی تو کوچه اومده چی کار میخواستم خودم رو بهت نشون بدم نگاه میپسندی ها دختر موهاتو چرا کوتاه کردی حیفت نیمد موهای به اون خوش کردی ببین آقا میتی بی خودی تو زاغم نزن مود روزه مود گوگوشیه خیلی خوب برو خونه بذار برم به کارم برسم خداحافظ قربونت راستش آقا میتی صد دفعه گفتم بازم میگم لوج خانوادگی بی لوج خانوادگی زن جماعت نباید تو دکونه تو بیادا خیلی خوب دختر میذاری برم به کارم برسم یا نه آره حالا برو الله اکبر دوستش دارم خاطر خوش بگم بابا مرد من برو چگی روز بازارده کچکر خورده به جامعه بگم نخه سنتو زور شد مثل این که باید اینجا رو به هم رید باید چرا ما اصلی بلند شیم دیگه حسنی آقا مهدی نایمد الان اوضاع شلوغ میشه یه کاری بکن تو خفه شو چطور خودمون در دیگه با کنی ننه تو خورد کن قربان عصبانی نشو برای اینکه فشار خون جنوالی بالا میره چندشو در آوردین؟ نفهمیدم زیر سینی من از این میزنم پدرت هم در میارم بازم ببینم اگر مردی بازم ببینم چشم آقا میتی رو دور دیدی؟ شهر درست نکن سر به سر مشتری نداره یه آخه داره با من میگد من میزنم من میخوام ببینم این چجوری میزنه بازم ببینم آقا شما بزن 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 ده بزن ده برر میگه من میزنم آقا بزن ده بزن ده نامت بزن ده بزن ده بزن ده بزن اگه بزنم چه تو میشه ده بزن تا ببینی چه تو میشه بی هوا زد نامت زدی؟ نه بابا نزد خفشو بی پدر مادر توی گوش من زد اون وقت تو داری میگی نزد؟ زده ولی حالا خیال کن نزده شهر رو تب کن بسیار خوب درست بایسا نزدم چه نسم بکنم ولی به کارش دیگور من بوتا بیا قفه میشه پادرت بابا سر صحبی سالوات دفرسی حسنی ولش کن آقا میدی جم من ویل کردم این مرده که منو ویل نمی کنه اینو کنه کس میده ویل کن چونم شهر را ننداز اگه ویل نکنم چه تو میشه خواهش میخواهش جون من ولش کن ویل نمی کنم باید یه دفعه واسه همیشه میخم و تو این مغازه بکنم تا بفهمیم جون من آقایو ببخشینا با اجازه بزرگتر آقا میدی کله میخوام بفرما 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 علی آمدا نرزن کشت و بجاند یلا فهمیدون علاقه بازن این چطور میشد؟ نفس کش کی بود؟ کی نفس میکشه جوره دلار بزن؟ پس برین سر جاتم بشینی؟ بری میشینی نه نه کلیت کنیم تا قذره بیاریم برین این میزم از وسط بردر که شر بیسته بردر این بینیم آیا هم بفرمایی سر جاتم بشینه؟ بفرمایی بینازم به خدا بزر اون کنر بیباتو ها میبخشینا ما چاکر همه آقایون خوب هم هستیم بفرمایید آدم های پر رو باید روشون رو کم کرد ولی به علی مخلص همه شما هستیم و فرمی و فرمی خواهش میکنم خوش باشید بر جمال محمد آل محمد سلام محمد
زدن اول صبح اندازه داره. راست میگه، راست میگه. صبحونه کله پاچه خیلی مزه داره. راست میگه، راست میگه. اگه هی کردی نونا رو خورد و تو کاسه رو پر. راست میگه، راست میگه. آقا میتی حالا آب گوش میریزه روش رو بخور. راست میگه، راست میگه. آقا میتی کله پر کله هاش هست داره هر. آقا میتی کله پر کله هاش هست داره هر. دارین؟ دوست دارین؟ چجوریشو دوست دارین؟ سفیدشو دوست دارین؟ منم چند تا پاچه سفید میخواستم. بابا میتی بگیر کاسه رو ز دستم. زبونم دو سه تا مثلا یه دونه. بده زودتر بشم روونه یه خونه. این پاچه ها سفیده نوشه جون کن نه به جون صاحب نکون کن. کل پاچه خوشمزه تر کجاشه؟ لذت اون میون پاچه هاشه. زبون و زبون و زبون و زبون و زبون پربار رو ببین. بر 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 لپا با لپا با لپا با لپا با لپای آقا رو ببین. کردارو ببین دستو ببین دهنو ببین دخونو بخورها رو ببین. آقا میتی کله پس کله هاش هز داره هر. آقا میتی کله پس کله هاش هز داره هر. آقا میتی کله پس کله هاش هز داره هر. آقا میتی کله پس کله هاش هز داره هر. آقا میتی کله پس کله هاش هز داره هر. آقا میتی کله پس کله هاش هز داره هر. خب حالا دیگه موقع پول جمع کردن است. بله این برد اینجا و اینم اینجا. نه خیر دختر خانمی به این نام جز مسافرین امروز ما در آمریکا نبوده. چطور ممکنه؟ خودش تلگراف زده که امروز وارد ایران میشه. خب عزیزم ممکنه با پرواز فردا باشه. توجه به فردا این داره حضرت. هوا پیما یه چیزی میگه. بله بله. پرواز لندن، روم، پاریس، همه شون به زمین میشه. باز به من گفتی اوستا مگه اینجا سر همومه. اسم من مهدیه. آقا مهدی ببخشین آقا مهدی میگم که تکلیف این لوژ خانوادگی چی میشه؟ لا اله الا الله لوژ خانوادگی بی لوژ خانوادگی. میخوای دوباره باز ما رو گرفتار زری کنی؟ بیا چه اسم بر سر میز به تو ببینم. تکلیف ما چه هم هم دین داریم همه سیبیل کلو. آه نا بای آیا آبجی با شما هستم؟ ای با خاچه آلم گنده با کسی بیلا بین قشنگی رو نمیبینیم. مردم خیلی ببخشین عوضی گرفتم. پس شما مرد هستین؟ بله پس چی؟ آخه ما تو این دکون حق نداریم زن را بدیم. ببرمین ببرمین. الله اکبر عجب دور و زمونه این شده. باباشید همشیره جنبالی زنانه هستین یا مردنه؟ ای با خاک عالم مگه کوری پس این سیبیلا چیه؟ معذرت میخوام حق با شما است. آخه من عوضی گرفتم. بفرمایید قربان بفرمایید بفرمایید تلیت کن جلل خالی دوره آخر زمانه. آخ جیان مال من آمد خواهد کجا؟ گرفتن آقا اینجا از قربان اون هیکل تو برم بیا اینجا کنم. کجا؟ خفشو بی پدر مادر. خوش ناموسی نداریم تو خفشو حرف نزد. بریم عزیز دل تو کجا هستی؟ بلا پیدا نیست کجا هستی؟ آی حسنی میخواد چی کار کنی؟ اونو وقتی وا کردی ببندش. چشم قربان چشم بستم. خب یه ببینم بلا گرفت تو کجا هستی؟ چی میخوای؟ یه زبان فرمان رسه چشم یه خود بنایی. چشم یک زبانی بدم که این زبان خودت نمکی. یک دوتا چشم بدم این چشمای من شهلا.
بیا ببینم. بیا این قبری من تو اینجا وایسه تمام برگردم. ای اسمال کچه تا من برمیگردم امانت دست تو سپرده. فاتل جمع بارشه. وای با حال تو اگه بخوای چراغ مرق بزنی. نه تو بمیر با همین گلدن و مخ دوله. آها حواست جمع الهی که اسمایل قربونه تو بره. آخه ما حق نداریم زن تو این دکون را بدیم. آقا میتی جان با جان تو یک مقدار زیادی زنانه به خاطر من میاد اینجا ولی همه دارن پرتفلا میشن دی؟ میخوام 70 سال سیاه به هوای تو مشتری نیاد. برو زودتر ردش کن ممکنه یه زری پیداش بشه بگیمینم. یش ولی خیلی دختر خوبی. برو سننا دختر با جمع میشه 12 تومن. او 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 آقا چشمت دردش کن. بگی بابا بیا قربان تو برم پولشم حساب کردم خودم. آخه دی نداره بلا گرفته. خودم حساب کردم تمام شد. قربان تو شب دم سینما یادت نره حتما تو رو ببینم. بلا گرفته دماغ رفت. چیه کور شده نمیتونی ببینی یکی در عاشق من میشد ها؟ پولشو بازم حساب من. حساب این برجت پر شده. خوافشو میزنم توی کله تا با تو چی مربوطه؟ بازم حساب برج آینده است. یخه من رو بسانیدم. سلام. سلام. زری خانم بیا زنی داره بایشتر من داری بریم. اوستا اوستا. زری خانم توش میشه همون تو. بازم گفت اوستا. گفتم آمیتی. ببخشید. آقا میتی جان. آقای زری خانم توش میشه همون تو. منو کار کنم. باز دو مرتبه اومد اینجا چی کار؟ یه وقت خدایی نکرده زنان جماعت توی مغازه دکان من نباشه. ببین سری همونطوری که بهت قول داده بودم لوژ خانوادگی رو جمع کردم. مشتریام همشون مرد هستن. بیچاره شدیم به خدا. چه گفتی همشون مردن؟ بله همشون. آره دیگه میبینی که بعضی هم یقید نمردن نزن. حتی پدر تو خود چیه واقعا؟ باید ببینم. ایوا چرا نزنی؟ مگه دیوانه شدی خواه؟ شما مردی؟ خب بله، ایوه خاک عالم، پس میخواد توی زن باشم. ایوه خب بله، خاک عالم، پس میخواد توی زن باشم. آقا تو با این ریختی که برای خودت ساختی، من کجا بفهمم تو زن نیستی؟ من از دست شما شکایت میکنم. بشین دیگه، بفهمم که حال نداری. ایوه خاک در سرت کنم. ایوه زری، بله شما، بی بارا بابا شهر درست کنم. آقای زنانی یا مردانه، من از شما معذرت میخوام قربان. بوخ بخوزش. صد دفعه بهت گفتم زن نباید توی مغازه بیاد. آخه بابا این که زن نبود. باز تو مرتبه زده به کله. از حالا به بعد اینجور مردم نباید توی مغازه بیام. فهمیدی؟ آره جونم. تو برو خونه بی خودی خودت عصبانی نکن. برو بابا. عجب گرفتاری شدیم ها. یه هو قاطی میکنه. آخه زن این همه شال چیه به کمر من میبندی؟ عزیز جون آخه میترسم کمر سرما بخوری. ای بابا راستی افسانه جون دلم خیلی شور میزنه. نکنه بلایی به سر دخترم اومده باشه. این شوره نداره. بچه نیست که. میدونی الان دلم چی میخواد؟ نکنه دلت میخواد بخوابی ها؟ میشه برو تا واسط بگم. حوصله خوابیدن ندارم. الان تازه از خواب بیدار شدم. ای خود حوصله نداری. من با حوصلت میرم. عزیز جون. زور نگو. حکشم نکن. آخه چی شد؟ تمام ماهی سرمو کندی. بل کن. باشده شنال خانم چه خبرتون آقا؟ مثل اینکه هیچ کس نایمده. پس ببرم یه تلفن میکنم. الو جون امیره نمیشه بچه یه وحنزی رو به خوشت این بادر کشات. الو الو چی میخوای بهش کاکو بدی؟ الو فیفی جون تویی؟ آره هوشی جون خودم هم چه دوشم؟ الو چه خبری؟ خانم جون چقدر دست میزنی؟ بیه بیرون دیگه بابا نازر دست میزنی؟ نه سر اینجا با استودیو اون نامزر دست میزنی؟ چی چی رو نابرد؟ اونه برو کنار بیه بیرون تو جده منو میکنی دلت تو بیرون بیایی بابا دادن میشه خواهش کنم یکم یواشتر بریم؟ چه حتی ریال دارم باستش برسم.
خب به من چه آقا جون؟ من جونم رو دوست دارم. ببینم مگه ما جونمون رو دوست نداریم؟ سال سال اگه خیلی ناراحتی پیادشو با یه تاکسی دیگه برو. بخیر مثل که همه آدم هایی بس کن دیگه آبدی کله ما رو خواهد باسته به جلو خواهد و من داری میگی در به دقیقه چه بایی؟ بزن سرش ایمان فتا چند نفر به یه نفر بلند بس کنه این که خود نفر آخه این چه شکلیه خودت درام و دیگه مالکیه ببینیم آتی مثل این فیلان کجا داریم برای این نمسه دو سایی باید بگی ببینم بیا بچه بگی ببینم بیا بگی ببینم بیا بگی آقای راننده، مثل که اینا راستاسی دیوونه خدا از این دیوونه ها توی چند زیاده، خیلی هم زیاده بازم بریم خیلی راستاسی دیوونه اوستا جن، اوستا ببخشین آقا میتی زری خانم دیدم به جان شما 70-80 قلم آرایش کرد بود یه تاکسی نشسته بود به جان شما نزدیک بود من این زیر تصادف بگیری لیلا برده بود راست میگه باز نفس افتادیم از ما فرار کرد ببری با این حرف زدن تو هم که بزنم توی سر کله رو نگاه کن یعنی چه؟ مثل اینکه این دختره داره قاطی میکنه معلوم بودی قربان همه اینا مال غوری جوانیه بقیده ای من باید زودتر هرچی زودتر دلم بدیم برو رو بیندازیم آخه نمیشه باید سال پدر خدا بیامرزش بشه بعد عروسی کنیم بزنیم بریم خونش ببینم چه شده هیچ وقت این موقع نمیمونه یا را بیا برو کنه خودتو با من میچسبانی چه ربی پدر مادر پدر پدر جون سلام خانم سلام آقا ببخشید شما کی هستید؟ بنده مصطفی خان دایی افسانه خانم منم هایده دختر آقا خواهش میکنم بفرمایید منتظر شما بودیم پدر پدر جون صدای دخترمی مثل اینکه اومد صبر کنی وقتی که بیرون نمیره سرما میخوری بیروب دوشام رو تو بپوش شالتم ببند پدر آخ قربون اون صداش برم 8 ساله که ندیدمش خوبه خوبه بس دیگه سلام علیکم سلام ایشون موشن خان برادر افسانه خانم میباشن بله سلام علیکم خانم ایشون هم حسام خان برادر دوم افسانه خانم میباشن سلام خانم ایشون هم پرویز خان برادر دوم افسانه خانم میباشن پدر جونم دخترم دختر عزیزم خدا رو شکر که زنده هستم و دو مرتبه تو رو میبینم خب دختر جون بگو ببینم راحت اومدی تا فرودگاه بله اما از فرودگاه تا اینجا پدرم در اومد خب تلفن میزدی میومدم دنبالت وای از تلفن که نگین مثل که تلفن های اینجا جنی شدن خواستم تلفن بکنم اما همش عوضی میگیره عیبی نداره دخترم خب با زنم افسانه خانم آشنا بشه حالا افی جون بودم همین که چشمت به دخترت افتاد افسانه شدم ببخشین افی جون آقایونم بله پدر میدونم قبلا افتخار آشنایی با آقایون رو پیدا کردم برادرها و دایی افی خانم میباشن راستی پدر چرا اینقدر مردم حالت عصبی پیدا کردن؟ مثل اینکه اغلب دیوونه شدن این حرفا چیه دخترم؟ لابد تو به دیوونه هاش برخورد کردی دیوونه شدم من دیوونه شدم یا تو که هفت قلم خودتو درست کرده بودی؟ من خودم رو درست کرده بودم؟ الهی دروغگوشه اصلا تقصیر این معلومه دیگه دست پیش گرفته پس نیفته ساعت دفعه بهت گفتم یه اجازه من حق نداری از خونه بری بیرون اصلا واسه چی باید از تو اجازه بگیرم مگه تو کی هستی؟ کی هستم؟ اولندش نه سلامتی نام زدم هستی
دومندش عقوی خدا بیاورد موقع مرگش تو رو دست من سپرده. تو حق نداری بی اجازه من از خونه بری بیرون. ای خالی صدات کلاف نکن. کی از خونه بیرون اومده که اینجوری واسه من قشقرق و انداختی؟ همه سخته. دختر الهی جلو گوبه تیره سیم گرفتار بشه. الهی من بابا من گیر میدنه یک هستی بوده رو سرفان میشکنه نقیقه. آقا میتی تو کتابیا هر دوتون جوون هستین، جوشی هستین، اینا غرور جوونیه. همین که به امید خدا عروسی بکنین دیگه این مدود گر نمیدین، آتیشتون خاموش میشه، خاک درتونم زرد میشه. این دیوونگی ها همش مال غرور جوون. دختر بس کن دیگه، حوصله مو سر بردین، اصلا به کلی زده به سرش. از امروز باید طبق نقشه من پیش برین تا ترتیبی بدم که خودش دیوونه بشه. من اونو روونه دیوونه خونش میکنم. خب بعدش چی میشه؟ بعدش هم با خودم رفیقی دارم تو دیوونه خونه که خودش ترتیبش میده. باید هرچه زودتر کلک این دختره رو کند. ببینیم و تعریف کنه. فعلا که رفته تو اتاق با پدر جونش هنوز هیچی نشده، خلوت کرده. حوصله داشته باش. فقط بازم میگم شماها باید طبق نقشه من پیش برین. خودم از این خونه مرخصش میکنم. خیلی اومدی به سلامت. در این خواست بیره که برو دختر نوبر شما بودی. آدم شما بکاریم. معلومه که میرم بایستم خونه خودم رو کثیف کنم. را بیافتی بچه ها. اصلا این دکون دستگاه وا کرده بود که بهانه بگیره بذاره بره دنبال الواتی. اگه سری منم که میتونم چه پدری ازش در بیارم. اگه تا سر شب پیداش نشه زیر سنگم رفته باشه پیداش میکنم. این خوشگلی هم برای ما دردسر شده بی صحب، وگرنه او صحب ببخشین آقا میتی ماره امشب با خودش جای این اسمال کچل غلم میبرد کافه دی. ای ببری خوشگلی. آره خیال میکنه میتونه از دستان فرار کنه. دیگه نمیدونه که اگه زیر سنگم رفته باشه پیداش میکنم. آفری آمیتی کجاست؟ گفتم آمیتی کجاست؟ ببین زری خانم جان، شطور دیدی ندیدی؟ اوستا کجاست من نمیدانم. این زهر ما رو اوستا بادم گفتی اوستا؟ ببخشین آقا میتی خفه بشی ایشالله. بگو بینم آمیتی کجا رفته. زری خانم جان یک بار گفتم شطور دیدی ندیدی تمام شد. آه پس شطور ندیدی ها؟ نه جانم نه. اینو که میبینی این چیه؟ خب معلومه ده نفته، میریزن توی اجاق بخاری ده. ده نده اینو گرفتم بریزم تو این دکون، یک کبریتم بهش بزنم تا داخل این دکون رو به دل آمیتی و شما بذارم. زری خانم جان دست ما به چدر نماز دیگه نبالی. زری خانم جان آتیش نزن. بگو کجا رفتی؟ آتیش نزن من شطور دیدم. آمیتی پدر منو داری کبریت دست ما. بگو چشم الان میگم آقا میگی کجاست. بگو چشم. سلامتی برای اونجایی که درد خم نباشه. روش جونه یواش نه پاسه من کافه برو شده خیال کرده. اول زری خانم جان روی تو رو بگیر، بعد همینجا وایسا من برم سر میز آقا میتی بعدش تو بیا. ببین زری خانم جان تو من قول دادی یا قول دادی که شطور دیدی ندیدی؟ اگر با آقا میتی بگوی من تو رو آوردم پوست من میکنه. نه خاطر جمع باشه یاده به جون بایلا آدم کافه رو رو سر تو خراب میکنم. کافه خراب نکن من برم باد خراب. ای زرو بچه ها مثل این که طرف تازه وارده. آره همیشه میگن بریم ببین. بابا بابا چیه کور شده ها؟ چرا همه تو مستی زل زدی منو میکنم؟ برقا اون چشات منو کور کرده بابا. ببینم تو اینجا غریبی. غریبی درد بی درمون غریب. قیافه تماش کن. برو بار اسما بچره چی مرد باید سیدی خانه خراب باز عرق مفت گیره بردی. آسانی تو اینجا چی کار میکنی؟ اولا کار تمام شد، دوم من چیه من از این اسمال کچل این وجه بیتر تره؟ نه فهمیدم باز به من گفتی کچل. بله آخه این همه مو چیه چشته باز؟ باز عرق مفت کردی گردن کلوفتی گول کرده. باز زنم این دوتا موی دانه این دوتر بیارم. بله بابا بسته دیگه بشیری مشروبتونو بخوری. نه میگه مچل. بله خب کچل ریخ دیگه نگه کن بخوده خنده داری.
بسه دیگه بسه میمون، الان میزنم حالا همه شنو جا میارم. زد آره زد بعدی بیان زد معنی میزنی؟ میزنم پدرتم در میارم. ببینم سری تو اینجا چیکار میکنی؟ ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟ خفه میشی یا نه؟ نه بیا از اینجا بری نمیاد خفه گیری جنم جن بی میگن مر نه چه مهمه اینا میگن زن من چیه بزنم با من میگن حسنی جلو بیا ردرت درم حسنی میبینی ناجت تو گوشه یه زن زد پاش بریم یه خدمتی بهش بکنیم میکنم بیا از اینجا بری اگه خودتم بکشی نمیاد بافرما میمون رسی بینم آخ پله بون رو زن دست بلن میکنی ها بارو خوش میزد بشین به کار بزرگترم کاری نداشته با ببین آی پیرن گلگولی سلح در این دو بذاری رو کوله سر گرد میشینی اگه نشینم چی میشه ها میخوام اینم چی بشه الان نشانت میدم همین الان اما ایتی بله کله میخوام بفرما 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 نفهمیدم بی واسه ها لب 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 چشم قصر بود
اینا مال زن قدر تو داره بود. بابا قربون دهنت بزه بیام اون بالا لباس بیشی بیشی زن خجالت بکش بس داده که نفتم اینم آقا واسه ای چیه ببین آمیتی درسته که الان من چشم داره آلوالو زیلاس میشه اما اینو به من بگو ببینم ای کافه واسه شما مردا خوبه چرا واسه ما زنا بده بده و یا اگه عرق خوردم واسه شما مردا خیلی خوبه چرا واسه ما زنا بده بده ببین این به بعد اگه تو کافه بیای منم میام اگه تو عرق بخوری منم میخورم یه عوض داره گله نداره داشتم میگه چیزی که گله داره عوض نداره زری خانم راست میگه حرف حق جواب نداره تو خفه شو ایفا در مادر کچل تو کار بزرگتر دخلت نکن ببینم میتی جن فوری معذرت از زری خانم بخواه کلت کار بکن آقا فاطمه چرا گرفتار شدیم ما خیلی خوب زری خانم من غلط کردم دیگه از این غلط ها نمی کنم حالا پشو بذاری به چاک بریم ببینم باری کلا حالا درست وای من اینو میخوام خودم مثل بچه آدم را مو بکشم و برم باری کلا منم دیگه اوها 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 پشت سر من جلو عقب هوای من داشته باش نکن دیگه نفهمیدم ایت سلی کرده؟ نره جون تو امیری امشب تو کافه خیلی به ما خوش کدن یه مشوالم وزیرم حالشون جا بردی جون شما زنم و زندگیمونو پاک بیرید خاله نکن نفهمیدم مگه زندگی تو تو کافه بوده که من بیریخ کنم بنده با شما حرف نمیزنم منم با شما حرف نمیزنم زنمو یه روز میاد دو خونه به هم میزنه ای قربان دهنت اموزن بجره تو هر روز میاد توی مغازه پای هرچی زرمش از مغازه بریده دی نفهمیدم صدای کی بود من نبودم آیه امیتی بود بگو دیجم بگو تو چه نمیذاری ما حرفمونو بزنی میگفتی یه روز میاد توی مغازه اساس ما رو میریزه با هم آره زنمون امشبم اومده و یه کافه رو به هم ریخته آقا مسی درست میشه غرور جوونیه عروسی که کردین خودش خوب میشه چی رو درست میشه اگه این ریختی باشه عروسی بی عروسی نه تو بگیر اون وقت ای بیاتفه بی وفا میخوای زیر قوانت بزنی من خیلی خوشمه تو اسم خود رو من گذاشتی حالا میخوای زیرش بزنی من پیدا نه بابا غوری جوانیه زده با سرش الهی که خدا شفاش بده خدا همه شفا بده نکن که بی پدر مادر بکن بابا حسنه داری میگی دختر جون شماها کسی رو دیدین؟ نه فکر نمی کنم نکنه هایده خانم خیالاتی شدن ها؟ خیالاتی شدن؟ چرا منتخب میگی؟ آی دختر جون این حرفا رو نزن ممکنه خواب دیده باشی آه نه تو برو بخ برو بی خودی خودتو ناراحت نکن برو جون جبلک روز به روز حالش بدتر میشه حالا چرا اینجا وایستادی کمرت باز بخوره میشه ایره بریم چو
دختره داره دیوونه. آخ 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 چه دردی گرفت کمر. بیشم نکن، حالا بی بریم بخواب. هر دو روز مجون خوردنه چه این مجون برای درست کنم که حذف کنی جیگر. جونو من راست میگی، لاهی قربون اون مجون درست کردنت برم. خوشت اومد جون. آره عزیزم خوشم اومد، فدات شم. قربونش برم. افسانه خانوم، هیچ معلوم هست چی داری به خورده پدرم میدی؟ خب معلومه دیگه، معجون. معجون؟ آره؟ آره دختر جون، معجون. اونم چه معجونی، تو عقلت نمیرسه، اینا واسه کمردرد آدم خوبه. پدر جون این چیزا برای شما خوب نیست، فشار خونتون بالا میره. افسانه خانم، مگه شما دشمن پدر من هستید؟ ای خاک عالم، من دشمن شوهرم هستم؟ من عاشق اون هستم. دختر حرف بی خودی نزن. حالا سر صبحی لباس پوشیدی کجا بری؟ میخوام برم بیرون صبحونه بخورم. به هیچ کس هم مربوط نیست. دختر کجا؟ مگه تو خونه خودمون صبحونه پیدا نمیشه؟ مثل اینکه روز به روز کلش خرابتر میشه. ببین افی جون، تو برو به هوشنگ داداشت بگو بره دنبالش، مواظبش باشه. اونو به چشم جونی. صلوات جلیل خواهد کنیم. بابا
دست دل بنده گیرای زنگ کنار نفهمیدم این ده چی ریختی این خودش در آورده چه خلقی تو کارشه ای اوستا ببخشین آقا میتی بیا نگاه ببین طرف خودش چه شکلی در آورده شرف برنگه شرف برنگه لا اله الا الله نفهمیدم این چه ریختیه اینجا اومدی چیکار دختر معذب باشین آقا من اومدم کله پاچه بکنم گفتم این چه ریختیه برای خودت درست کردی شما چه مربوطه آقا آقا اوستا میتی به نظرم این یارو قاطی کرده من فکر میکنم قوری جوانیه خوش را تا بکش برو خونه تا بیام ترتیبم با آت روشن کنم حالا دیگه باست من غیر و فیر درست میکنی آقا مگه شما حرف زدن بلد نیستی دیه بیا کجا جی زنجم حدق نداره تو دکونه ما بیا زبون میخواستم زبون بی زبون من نمین آقا مهدی گرفت داریده چی؟ مگه شما منو میشنسی؟ چرا؟ ولی ایشون پروانه آزاد دارن راست میگی؟ تفلکی زری دلشو به کی خوش کرده؟ به شما هیچ مربوطی نیست بی بی زری چی میگه؟ زری دیگه چی آقا مگه دیوونه شدی؟ لا اله الا الله بابا خودتو به خریت نزن خجالت بکش احمق چی شد؟ خوش میگی؟ خوش که میگم چی پیره رو هم درد گرم بابا درد خوش نفا میدم منو میزنی پس ایتی درد احمق منو میزنی پس ایتی درد میزنی آره چی خجالت گرم بابا بابا بیا برو کلنر با تو چی مربوطه تو چی کاری نامزده شهل دیوانه کنه زرش میگه کدوم خریه بنا 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 خودم آره مرده بیا زری خانم نیستن ولی نامزد آقا مهدی که اصلا نامزد این احمقم نیستن راست میگه خانم نامزد من احمقم نیستن چی شده جانه تو چون ایشون زری خانم نامزد منه دنه به کلش دارش خیلی خرابه بله دکتر کلش خرابه بفرمایید بیرون تشریف داشته باشید بیرون خواهش میکنم بفرمایید یعنی شما جن ما بفرمایید بیرون لطفا تحمل کنید تحمل دکتر فرمایش ندید نه آقایون بیرون تشریف داشته باشم دکتر گوش خواهش میکنم بشینید شما ها ناراحت نباشید خیالتون راحت باشه دکتر من معجزه میکنه آقای دکتر معجزه میکنه آقا مهدی من بیا پلو معجزه رو ببینیم و تماشا کنیم الله اکبر این که چی میونه اینجا آقا مهدی اینجا نگاه آقا حسنی دستش نزنید از عشق آقا جین گیری شده مگز بگیره دختر خوشگل من شما چتون شده؟ والا راستشه هیچ ناراحت نباشین خیلی زود خوب میشین بله نفهمیدم یعنی شما فکر میکنید من دیوونه نه زود آخر بعد جوری گرفتار شدم دکتر به خودم من دیوونه نیستم میدونم به جون خودت آبی اگه دروغ بگم با این چشای خودم دیدم بردنش تیمارستان فکر کردن اون دیوونه شده من حسابی خودم زدم به کوچه علی جان آخه چه جوری والا نمیدونم اون تو دکونه کله پزی محلمون چیکار کرده بود که همه فکر کردن دیوونه شده دیوونه؟ آره اگه ببرنش تیمارستان ترتیب میدم که همه تون کیف کنی و اگه دوباره برگشت خونه تو باید به کلی هاشا کنی فهمیدی؟ خاطر جمع برو دکتر جون صد دفعه گفتم من مریض نیستم من دیوونه نیستم فقط اعصابم یه کمی خرابه بله بله میدونم خواهش میکنم شما درست میگید شما دیوونه نیستیم ولی اگه اعصابتونم آروم باشه به این ضربه عکس العمل نشون نخواهید داد
آروم جانم آروم، یه خورده یواش تر آروم. چیزی نیست جانم، چیزی نیست. بذارید معاینتون کنم. چیزی نیست دکتر جون، من دیوونه نیستم. بله میدونم شما فقط اعصابتون خرابه. چیز مهم خانم شما، بذاریم بریم تو میتاسم بلای سر دکتر بیاره. این دکتر دستش رو روونه، دیوونه ای رو که مثل سگ هار باشه تکون بخور، یعنی بره بره میکنه. بابا پرس بر اون سر بابا دده مازه که برسی خودم من بزرم. بذاریم بریم تو همه دکتر بکنیم. حالتون راحت باشه دکتر من معجزه میکنه، ساعت داشته باشی. عکس عمل شما یه کمی شدید خواهد. من دیوونه نیستم دکتر. بله شما دیوونه نیستین. خب گفتین نامزد این مرد که مدعی نامزد شما هست نیستین، درسته؟ نه 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 بر خب یک مرتبه نه کافیه. شما از کودکی خودتون چیزی به یاد نمیارین؟ چرا؟ جامو خیس میکردم. خیس میکردین؟ خب بعدش که ببینم دکتر، نخور شما خدای نکرده بالاخونه رو اجاره دادین ها؟ بالاخونه؟ برای طبقه بالا رو. بله بالاخونه. لطفا بفرمایین اولین حادثه ای که از کودکیتون به یاد میارین چی چیه؟ آی خدا. ببینین دکتر، من فقط یادم وقتی که کوچیک بودم مادر خدا بیامرز. خدا بیامرز؟ مادرتون مرده؟ شما چند سالتون بود؟ بس دیگه دکتر، خفم کردی؟ وای، مردتا خفم کرده، برن باشد بریدی. بابا داره خفاش میکنه، بذار بریم تو. خیالتون راحت باشی، بذارین دکتر سر. همش داره میگه خیال راحت باشه، پدر مردتا دره بود، برن خفم کرده مردتا. خیالتون راحت باشی، اینا رو میبینی؟ همشون دیدونه های خطرناک و زنجیری بودن. سمیران همشون سر هان اومدن، گفتم که دکتر من معجزه میکنه. اشتباه نمی‌کنی کار بخانم؟ ننه جون تو با چشمای خودم دیدم. بازنه تو دکون سر یه میز نشسته بود و دل داده بود و قلبه گرفته بود. اون شاگرد ذلیل مرداشم جلو منو گرفت نذاش برم تو دکون مچشو بگیرم. پدرشو در میارم، کورش میکنم. حالا دیگه نم کرده زیر سر گذاشته، مگه نبینمش بی وفا رو. ببین دکون، از صبح تا حالا با این چکش مفصل منو خرد کرد. اینقدر از کوچیکی و بچگی و میونسالی حرف زدی که دل و رودم رو بالا آوردی. دختر خوشگل، من داشتیم دوستانه با هم حرف میزدیم. با نظرم جمع شروع شد. بریم بریم کجا؟ خانم تو اون بذار بریم تو، دستم به دامنه یک کاری دست داره تو. بابا برو تو. بابا بده برو، من که نمزه نرخی چه بلنگی بازنه، من که خیال دیگه داره نرمش میکنه. بابا داره پدرش رو در میاره. خانم تو بذار بریم تو. آبتیشون میگه داره نرمش میکنه، پدر من که زره بود میگه داره نرمش میکنه. آبتیشون یه تاری بکن. ساکت شدن. نگفتم آرومش کرد، میدونستم دکتر معجزه میکنه. حالا بفرمایید تو. بریم بریم. ها پس دکتر کجا؟ مثل اینکه سیل آمده. لعنتی اکت ترس نسی بو سگده بکنم چیه؟ این چی میگم زیر میزاره بگر شاد دکتر رو کنم خفشم چشم وحشه میشه قلب من داره تلاف و طلب نکنم با مرگ اسمالی با پر کلا پچه رو بگیر بودو یلا دکتر باز کرده نظر نگاه کن. آی عبجی
عبجی بیا معجزه انجام شد، تو من شک کن بی خودی اونجا قایم نشیم. بیان جلو سر جنازه رو بگیر. آقای دکتر چی شد آقای دکتر؟ آقای دکتر مرغ از قفس پرید، معجزه انجام شد. او یه دیوونه خطرناکه، زنجیریه، از اون پنجره فرار کرده. فرار تکلیف ما چی آقای دکتر؟ باید تا دست به جنایت نذاره بیارنش تیمارستان. الان میره توی محل قتل غلبه. مواظب باشین تحریکش نکنید، هر چی گفت بگید صحیح میفرمایید. لبخند رو فراموش نکنید. لبخند دیوونه ها، احمقا، کجا رفتیم؟ بیای بیرون، شما ها دارین دستی دستی من رو دیوونه هم میکنیم. بچه اینجا، چه نقشه ای تو کلتون داریم؟ چرا رفتیم تو اتاقا قایم شدیم؟ حالا دیگه منو نمیشناسی؟ نفهمیدم هایده خانم، چرا تو گوشو من میزنی؟ چطور من شما رو نمیشناسم؟ عیبی نداره، بذار بزنه، بذار عقده دلشو خالی کنه بابا جون. ببینم، حالا که منو میشناسی ها؟ خب معلومه. راست میگی؟ باید ببریمش دکتر، مثل اینکه داره دیوونه میشه. خدا شفاش بده. آقا میتی جان یواش، اگر زری بخواد حمله بکنه دم من یکی پس افتاده. حسنی میترسم بترسم. قربان اون ننه ای تو باری بزرگی سرش. به من خیانت میکنی؟ یک پدری ازش در بیارم که حال حالا یادش نره. میتی جان دکتر گفت تو فقط لبخند فراموش نکن، تو لبخند که میتوانی بزنی. آقا اخلاصا خودم درستم رو خونم. شما این دنبال زری میگردی؟ آره زنمو. زری کجاست؟ تو اتاقشه. نمیدونم چی شده، بعد جوری عصبانیه، رفته تو اتاقشو بیرون نمیاد. من میدنم چشا اموزن، همه این هم غوری جوانیه. بچه ها، من میرم تو اتاقش، شما ها اینجا مواظب باشید. نه آقا مکی، تو جوشی هستی، بذار حسنی بره، اونو بیاره بیرون. اصبار راست. من برم. آره تو برو. بالده، اینجور جه ها فقط ما باید رو بیشتم. باشه، برو دارم میرم. برو دیگه. برو حسنی، مواظب باش، لبخند رو فراموش نکنی. یا لبخند سلام به خدا، سلام و زهر مرد. میشه ناکسی اینجوری به من نگاه میکنی؟ بیداری جم بزنگ برم بیرون، پدر اسماعیل دارم. پاره شد چی پاره شد؟ پاره شد پردش پاره شد. پرده گوشم پاره شد. آمیتیم این پرده گوشی من پاره شد. نه بابا چیزی نیست، همینجا چپ و رزد توی پرده شما خواهم. بهتر اون دلش خالی کرد. بهتر یک پدر یه سو در بیارم که الان مثل برون نرم کردم. با خدا با مرگ تو اسمایل، برو برش در بیار. برو من لبخند یادت نره. گاله رو با گاله پدر یه زدر بیارم که تا عمر داری یادت نره. سلام لبخند بیا چلو ببینم ناکش زری مرده. حالا دیگه اینقدر رود زیاد شده که تو دکون جلوی کبرا خانم ما میگیری. آره
جان عقده دلش داره خالی میکنه محکم با کسمن اسمایلی پوشکلوب داری خانم جون لبخند دکتر گفته لبخند رو فراموش نکنم بله لبخند تو سرت بخوره آمی در نخون بهتر حسنی نکنه اسمان در با تو آخون کنه نراحت نباش اون داره عقده دلش خالی میکنه دکتر گفت برای اون خوبه خالی خالی کرد پدرم رو در آورد ایشاره شدم ایشی رو خالی کرده اسمان ایشی افت خانم جون با لبخند زد تو سرم میدونستم نرمیشه حالا خودت برو آمین چی برو من رفتم شما همین که مواظب باشید بیلیرم برر تو برو کارید نباشه فقط لبخند یادت نره لبخند ملی سلام حالت خوبه تمام کردم سلام و درده بیدرمون تو هم داری میخندی همه خود گرده کنم ببین سرشو اگه میخواد بگو که گرده کنم بایدم گریه کنی اگه گریه نکنی چه خاشی به سرت بریزی بیا ایداد بیداد بنده خدا آقا میتی خاش آلم اینا چه شده ای بی ندار دست دفع کشته کدو مسمایی همه اینا غرور جوانی عمو زنجان وقتی عروسی بکنن کلا کنده میشه خب بله تسکی خودم همین روزه تسکی به عروسیشون رو میشه ای بابا جان یه فکری بکنی یه چاره ای بیانی وقتش دستت بی پدر مادر حقش بکنه روی مغز کبه بادم عمو زنجان دوای غرور جوانی فقط عروسی عروسی تمام بشه بله خوشت 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 بذار منم دو کلمه حرف بزنم حرف بشو دیگه نمیخوام حرف بزنی حالی که تو نمیدی من خودم حرف بزنم آشتا با حرف بزنم من با این خائنه هرزه بیاسفه دمدمی مزاج فریب کاره حق باز فاطن الاخلاق ازدواج نمی کنم معلوم هست با چی هستی؟ با این کشتر اومده؟ منو بگه سنمو شما ناراحت نباشی با منه درسته همو زنگن زری خانم راست میگه بکنه بله چه جوره زنمو حق با زریه آره ننه خود کور شدهش بهتر میدونه حالا دیگه واسه من فاسق میگیره دختر مگه زده به کلت آخه ننه تو هم طرفداری از این نکبتی میکنی خیلی خوب حالا از این خونه میری برو یا نه نه هر جا بری دنبالت میام اگه قدم دنبال قدم من بذاری وسط محله رسوایی بپا میکنم که اون سرش ناپیدا زنه باشه حالا از داریم همهای من دیده بیا این کجا داری بابا بده بلد من اینقدر کودک بودم که بد کرده مخبره یک پدری ازش در بیارم که خود مگه کوری کور پدرته به من میگی کور چی کار میکنی مگه زده سلام کبر خانم جون سلام یک پدری از آقا میتی در آوردم که حس کنه خوب کردی حقش بود به مرد این دوره زمونه نوز رو داد ببین کبر خانم جون من اومدم خونه تو بمونم میخوام هیچکی هم بو نبری تا ببینم آقا میتی وقتی فکر کنه من گم و گور شدم چیکار میکنه میتونم خونه تو بمونم؟ این حرفا چیه میزنی زری جون؟ اینجا مثل خونه خودت میمونه تا هر وقت دلت خواست بمونه با هلای قربون شکله ببین آمیتی جون چاره این کار فقط عروسیه باید زودتر راش بندازیم غرور جوونی زده به کلش هیچ فکرش نکن خودش بر میگرد با نظرم بین غروری جوانی اسمله ربیه ربیه ده خدا بوستم بایی همش تقصیر این بیفاده قادره خوب نگاش کن درست بشناسه خیلی خوبه ببینم صدیق شون تو بازم منو دوست داری چرا ندارم افید جنم چرا ندارم آخه مگه میشه آدم تو رو دوست نداشته باشه عزیزم آهی دندونم کلید شد آخه
خالی. حرفا تموم شد. خیالت راحت باشه. من توی تیمارستان ترتیب کارو دادم. فقط کافیه بفرستنشون تو. بچه‌م یادت نره فوری بچه‌ها بفرست اونجا تا کلک کارو بده. قربون تو. خب بچه‌ها باید از نزدیکی‌های صبح مشغول شید. ببرینش تیمارستانی جایی خیلی خطرناک شده. دور خدا جلوشو بگیرین. خودش نمیفهمه میخواد چند نفره بکشه. بگیرینشو. من دیوونه نیستم. به خدا دیوونه شما هستین. بفرمایید. ببخشید آقای دکتر. سلام علیکم. سلام جناب. آقای دکتر، ایشون قصابی هستن که گوشت تیمارستانی میدن. خواهش میکنم. ببینین آقا، من چند دفعه تذکر دادم گوشتی که برای تیمارستان میارین کم چربی باشه جناب. منو کجا میبرین؟ ولم کنین. من دیوونه نیستم. آقای دکتر، به خدا من دیوونه نیستم. آقای دکتر، بله بله. میدونم ایشون دیوونه نیستن. من بهتر از هر کس میدونم که ایشون دیوونه نیستن. میدونم ایشون اصلا دیوونه نیستن. فقط علاقه عجیب به شکستن رو بزن دارن. من مطمئنم که این خانم هیچ چیز نیست. اصلا شما بی خود ناراحتی. این خانم چی نیست؟ من کاملا سلامت هستم دکتر. بله شما کاملا سلامت هستی. من مطمئنم خانم این مادمازل کاملا سلامت هستن. الان مرتضی میتونه ایشونو بی خود آوردن اینجا. از اینجا ببرنش. خدا مغزم داره سوت میکشه. الحمدلله این دفعه به خیر بوده. دم کنید آقا. نمیتونی از دست ما فرار کنی. عرض میخوام آقای دکتر. دیوانه خطرناکیه. ایشون نامزد آمتی کله پس هستن. نمیدونم جانم، نمیدونم. فقط میدونم خیلی دیوانه است. چرا آقای دکتر، خودشه. تفلک آمتی. نگاه کن. این دستش به اون دستش میگوید چه گرفتاری شدیم. یه بجمده بی بود، بی خاصیت، بی بخار. صدای مشتری در آمده آخه بابا. بردم یه باره، یه قطع تعمل داشته با شمه ها به دنیا آمدیم اگه. اوستا، ببخشید. آقا میتی جان، قربان تو برم. آخه کار هر گاب نیست، کار من گوبیدن. به من میگی گاب؟ گاب پدرته. خفه میشی یا با همین بازم توی ملاگر. اما حیف این تو بابا مرسی. این چه نشد کار؟ چرا زانوی قم بغل کردی؟ پاشو دنبالش بگرد بابا. تو این 24 ساعته به مرگ شما همه جا رو دنبالش گشتم. اما مثل این که آب بلا که سرگی رفته. سامانه کن چاکران بپر خوش اومدی. بفرمی امروز صبح رفتم تیمارستان پول گوشتمو بگیرم. تفلکی زری خانم نامزد تو آورده بودن اونجا. چی میگی حسن آقا؟ جون شما زری رو آورده بودن تیمارستان؟ گفتم نمیشه آقا، بی خودی خودتون خسته نکنین. روز ملاقات چهارشنبه است. بریم دو روز دیگه بیاییم بابا. بریم اینا. الله اکبر، عجب گرفتاری شدیم. میگم نامزدمه، آوردنش اینجا، میخوام ببینمش. میفهمی یا نه؟ آقایم خواهش میکنم تشریف ببرین، حوصله ندارم. بی خودی هم خودتونو معطل نکنید. راتونو بکشیم بریم اینا. نه کردم اوستان بیتی تشویش بیارین اینجا. بس ما کردم بیا جنم. عرضم به حضور حضرت مصطفی علی، یک فکری به مغز من رسیدی که میخوام بگویم. اول اینکه باید خودمانو بزنیم به دیوانگی. بله. چه جوری؟ آها. اول کاری که میکنیم میزنیم این سوت کچل میزنیم داغم میکنیم. بعد میریم توی کلانتری. بله. توی کلانتری هم خودمانو میزنیم به دیوانگی. آها. آها.
تو بیموره بلا ازم بی بخار آدمه؟ اینا که فرار کردن. باشد، اونا رفتن هستن نقشه کش اینجاست. وای، نرمم چین، شینو با چین، تو مرو دیوانه کردی، دل، تو مرو بیچاره کردی، دل. ای وا خدا نکنه خدا جون شکرت اگه بخت منو دیر وا کردی عوضش خوب وا کردی آره تو ببینی خوب ببینم شما ها ستایی تو خواستار من نه یک دوشه تایی دیگرم توی را هاشم توشن بگو بیا دوتا تو را آب خفه شدن اسماعیل زنده موندی که آمده قربان تو بره منم عاشق و دل شکستم بیاین ببینم این چند روزه کجا بود همین جاره بابا مثل این که طرف از ما دیوانه تره بسرین بریم تو کنم بریم 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 میخوره بریم چه خبرت آقا جون؟ من نمینی را بنده مثل این که حال خوش داری ها حال خود پدره داره چه سرم چوش داشته ها خلیره که من گیردی نمی کشه آقا یون چرا بسم خیامون به اله شدیم پاکی بسم نمی کشم نه یون جلو با ماشین های آخری سیستم هستیم البته بدون دود و بدون صدا بدون مصرف غذایی که زبون خوش سرشون نمیشه لالا ما اصلا داده بیدار مثل اینکه آمدی زده به سرش آه اینجای کار که من شما رو باتی دیونا کنم با هم بود بهترین فرصت هم همین امشن یاد از راحت باشی شنگی کار آقا میتی شغل میاد من میترسم آخه میگم نکن این دیوارای وقت ما رو بخورن اسماعیل جهنم منه تو ایفی ما نه حسنی خیالت راحت باشه تو این دور زبونه آدمای عاقل از دیوونه خیلی خطر اگر دارن. خوردن با من باشه خیلی خوب حالا بچه ها بگردیم زنی رو پیدا کنیم بگردیم آقا جان جناب علی ممکنه بگی بیماری به نام زری نمیشناسی خدا رحمتش کنه زری رو میگی؟ نه افراسیابو میگم بابا ما دیگه دیوانه ما چون دیوانه که هست بیا سیگار بزن روشن شو برو بزن جان عزیزم جنم سباشه آده داشت شما زری رو میشناسی زری رو عزیزم جنم عزیزم خدا شفا بده عزیزم من در وا نمی کنم در وا نمی کنم ای بچه ها دیونه دروغ مواظب باشی نخرید مثل این که ما خیلی با هم دوست هستیم این هم دلیلش برگوشو به خیر گذشت لای دا لای دا دیونه دا داخت داخت
بیخترم خلاص. شما شدای ویالون چیچی ویالون رو وارو گرفتی جان؟ ساکت باش احمق بی شعور، آهنگ مرا خراب کردی. اصلا شما انسان های خاکی معرفت شنیدن آهنگ های مرا ندارید. داشتم برای جشن امشب آهنگ می ساختم. خواست بستر احمق دیوانه. دیوانه منم یا تو مچول احمق بیموخ. یه سیگاری بگیر. دا. نمیدم الان آهنگ دو پخش میکنم. ای لعنتی ها. آهنگ داداش. ببینم داداش این چیه داری میکاری؟ درخت ماشینیه. درخت ماشینی چیه؟ مگه خبر ندادی؟ دونجا ماشینی شده. منم یه درخت ماشینی برای جشن امشب درست کردم. خب ببینم داداش میوه‌اش چیه؟ معلومه دیگه. توت باشون توته. الله اکبر عجب دیوونه‌ای هستن. خب ببینم داداش، تو از دیوونه‌ای به نام زری خبر نداری؟ برو به کار احمق، مگه خبر نداری امشب ما شب نشینی دادی؟ خب داری تو داری. آخ بابا جینا. ای بیاتف آمیتی، منو بگو که خیال میکردم اگه یه روز منو ربینه دیوونه میشی. شب شده این کبرا خانم خبری ازش برام نیاورد. زری! خدا منو بکشه زری جون. آمیتی چی شده؟ زنگ گرفته؟ کاش زنگ گرفته بود. پس چی شده؟ شهر درست کرده بردنش زندون؟ کاش زندونی شده بود تفلکی. پس چی شده کبرا خانم؟ چرا نهی سرش اومده؟ الان پس میافتم. تفلکی از فراغه تا دیوونه شده، بردنش دیوونه خونه. رفتم در دیوونه سراغشو بگیرم، این خبر رو به هم دادم. آی خدا مرگم بده. دیدی چه غلطی کردم؟ حالا جواب ننمو چی بدم؟ الان کجا برم سراغش؟ الان که شب زری جون، هیچ کاری نمیتونی بکنی. بذار صبح برو سراغش. عجب دیوونگی کردم. خوشبخت‌تری از آقلا، خوشبخت‌تری از آقلا، خوشبخت‌تری از آقلا، خوشبخت‌تری.
دیوونه، بابا دیوونه، بابا دیوونه، دیوونه، بابا دیوونه، بابا دیوونه، بابا دیوونه. آدم خوبه گاهی بشه دیوونه، راحت بشه از رنگ این زمونه، میبینی که گیر افتادی چگونه، بازم کشیدن هی خط و نشونه، نمیدونیم از این جا بیرون بریم چگونه، جونت که همه چی واسه ما عزیز سره جا مردا بیارید حاضره سلام کنید سلام کنید قاتلا صدا تو ببار داری میری؟ ببین آقا جون، به خدا من زری نیستم، دیوونم نیستم. درست، تو زری نیستی، دیوونم نیستی، اما بیا با هم دیگه فرار کنیم. این مرده چی معلومه این دوریزه کجا رفت اینجی؟ من همه سرونه زیر پا گذاشتم آبروم تو محر رفت زنم و جون شبیه سر و صدا نکن من زری رو میبرم میخوابونم جریان و حسن و اسفان برای تعریف میکنم همه برو بابا جا برو بیا بابا جا برو بیا بابا جا برو جا بابا بگی ببینم چه اتفاقی افتاده بود این لباسا چیه تارتون کردی من می‌خواستم بگم افت خانم بشو بی پدر مادر حرف نزنم خسنی افت خانم جریان از این قراره روی جوانی زده به کلی زری خانم اینه برده بودن اونجا توی دیوانه خانه برای این دستی میشم بارداری برای من که نمیذارم حرف بزنم بابا صبر کن ببینم باقیده ای من باید هرچی زودتر ترتیب عروسی رو بدید بله موضوع بیخ پیدا بردم از تو اتاقش ببین زنم او ما باید هر طور شده فردا ترتیب عروسی رو بدید باشه باشه من که از خدا میخوام این شبرم هر کدوم از ما مواظب یکی از درهای اتاقش هستیم که تو باید فرار بکنیم من دم در اتاق برودی میخوام بریم بالا نه من بیا کلرد کل کبول دیگه تا نجاس نکن عجب گرفتاری شد
از دیوونه خونه در رفتم گیر سه تا دیوونه دیگه افتاد. گرفتم. اما تو دروردی من ریختی به هم؟ چرا نیست شب را افتادی؟ معذرت میخوام اما من عادت دارم تو خواب را برم. کلک بی کلک برو کلک. این شب جگر روی دندم بیزر. برو دیگن برو برو قربان برو پیشر نگر بدو جن. خدای خودم به تو سپردم والا به خدا. دمم ترکید. دختر نصف شبی کجا میخوای بری؟ شما چرا اینجا خوابیدین؟ من خوابیدم این موضوعم که نصف شبی کسی نیاد من شما رو خفه کنه. برو بگی بخواب برو. اوه نکنه جن دیده باشم. بیا بیرون. من اینجا اینجا دیدی دار. ببین زری این شبرم با ما مدارا کن. ببین جوان تو آدم خوبی به نظر میدی. به خدا من زری نامزد تو نیستم. متوجهم. حق داری از دست من عصبانی باشی اما درست میشه. ایشالا فردا که با هم عروسی کردیم و آبا از آسیاب افتاد تو باز همون زری مهربون من میشی. همون زری که دوستم داشتی. بازم شبای جمعه با هم میریم شاپدلزین. با هم میریم سینما. حالا برو بگی بخواب. جون آمدید برو بگی بخواب. الله اکبر. نامزد آقا مهدی تو هم. دختر تو کجا گذاشتی رفتی که نامزدت منو جای تو عوضی بگیره؟ نمیدونم کی هست، نمیدونم کجا هست، اما میدونم که این آقا مهدی نامزد تو رو خیلی دوست داره. خوش به حالت. دلم میخواست بگم کاش که من جای تو بودم. جونی امشب چته؟ چرا نمیگیری بخوابی؟ دلم برای دخترم شور میزنه. خیالت راحت باشه، اون تحت مراقبت کامل پزشکیه. فردا صبح میرم تیمارستان ببینمش. دیگه طاقتم تموم شده. اگه ناراحت باشه میارمش خونه. خیلی خوب، حالا بیا بگیر بخواب شونی. بیا بیخودی نکن، حوصله ندارم. چی؟ فرار کرده؟ خیلی بی عرضه هستین. آخرش میترسم این دختره یه بلایی به سر خودش بیاره. در هر صورت اگه این دفعه آوردنش دیگه پیش من نیارینش. چشم. نیارینش ها. اطاعت. بفرمایید. وای خدا. سلام. خیلی ببخشین آقای دکتر. سلام. شما اینجا وای خدای من. بسم الله الرحمن الرحیم. میسین که جن دیده. چرا ویپ میزنی دکتر؟ من اومدم. بله میدونم. شما هیچ چیتون نیست. هیچ کسالتی هم ندارید. شما حالتون خوبه. خیلی خوبه. مثل که غیب میگی دکتر. خودم میدونم. من اومدم خواهش کنم که زود ببرینش. ببرینش. کار داریم میکنیم. بلم کنیم. مگه بیرون خونه شدیم؟ من اومدم جایی که تو که آمه خاکتون سرتون بکنم. آخه بیارزا چطوری فرار کرد؟ امروز باباش رفته تیمارستان، گندش بالا میاد. تقصیر ما نبود. داشتیم کارو تمام میکردیم که یهو سر کله اون کله پز و رفقاش پیدا شد و اون رو فراری دادن. گفتی کله پز؟
مثل اینکه کاسه زیر نیم کاسه است. ببینم دکنونو بلدین؟ آره. فوری برین اونجا و سرگوشی آب بدین ببینین چی شده. بریم. به نظر من با بردن دخترتون از اینجا مسئولیت خطرناکی رو به عهده میگیری. چاره ای ندارم دکتر، دلم براش تنگ میشه. بابا چی از جون من میخوای؟ والا بلا من دیوونه ایستم. دختر عزیزم، من نامزد آمیتیم. دختر عزیز برو کنار عمو، مگه عقلتو گم کردی؟ منو نمیشناسی؟ بیا ماما ماچم کن. برو پیر مرد، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. مثل که زبون خوش سرش نمیشه ها؟ سر به سرش نداری، خواهش میکنم سر به سرش نداری. هر کاری میکنی لبخند توش باشه، میخوری تحریکش نکنی. منو تحریک نکنه؟ هفته تا اون گنده تراشم نمیتونن منو تحریک کنن. من نامزد آمیتی هم گیره مرده حافظو خیلی کنم. آقای دکتر، اینجا دخترم حالش خیلی بدتر شده. وقتی اینجا نیوبرده بودنش منو میشناخت. میدونست باباش هستم. حالا به کلی منکر همه چی شده. میگه من نامزد آقا میتی هم، باید ببریمش خونه، باید زیر نظر خودم معالجه بکنم. به نام خدا، در ظل توجهات ولی عصر امام زمان علیه السلام، آقا مهدی کله‌فز از ساعت 4 بعد از ظهر مجلس جشن عقد و ازدواج دارد. مغازه تعطیل، دوستان و آشنایان قدم بر چشم دارن تشریف بیاورند. امضا آقا مهدی کله‌فز. مثل اینکه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. عروسی آقا مهدی. فهمیدم. عروسی بی عروسی. ببین آقا مهدی، تو مرد خوبی هستی، هر کی زنتو بشه خوشبخت میشه، اما به خدا من زری نیستم، من عوضی گرفتی. بیبی زری جون، تو بله رو بگو، وقتی دست به دستمون بدن همه چی یادت میاد. ببینم عروس خانم، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای مهدی فرزند مرتضی قلی در بیاورم؟ دایی جان، مثل این که بله را گفته. تو خفشو بی پدر مادر حرف نزن. آجان مثل این که عوضی یه دفعه سه دفعه گفت. من که چیزی نشنیدم. بله کردیش میشه تو بله رو بگو، اون روی منو بله نیا. شنیدی زنم بود چی گفت؟ زری جون بله رو بگو. خدا آقا مهدی، من اصلا ننه ندارم. تو ننه ندارم، زری نورده آخه پاس مرده. زنم بود بی خودی سر صدا در نیا. زری گفتم بله رو بگو دیگه. با سر می لرزه بیا بیا ایدر بر من، بیا بیا تاج سر من. خدا آقا مهدی کار داریم بفرمین برین تو. بله خواه بفرمین، شما ها بفرمان بشینیم، ما هم الان میاد. بفرمین خدا، اگه این دفعه بله رو نگیا با این انگوشتان با تو کشت رو داریم. برای سومین بار میپرسم اولیا مقدرم، آیا شما حاضرید به عقد آقای مهدی در بیایید؟ باریکلا قربان تو برم، فوری گفت تو هم زود باش بنویس، معطل نکن ببینم. نه خیر، این عروس خانو خیلی ناز دارد، مثل اینکه خیال گفتن وعله را ندارد. برا بابا، اون وله گفت مهر شده فرا شنیدیم دیگه قربان. تو ببینی خفه شده بی پدر. زری خانو، خانو تو به خدا من زری نیستم که دیگه دارم از دست تو دیوونه میشم. بابا چه او یک دیوونه هست، از دیوونه خونه فرار کرده، خیلی هم خطرناکه. نمی فهمم شما ها دیگه گل کدوم باقی هستیم بی پدر مادرها. اینجا بزنیم چرک به الا من چی؟ به الا ای مارا امیتی بله کلی میخواد بفرما 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 Thank you.
عجب که بسر یه مشت دیوونه شدم. اینا چی میخوان از جون من؟ ببینین، شماها رو برای این استخدام کردم که هیچ کس مزاحم دخترم نشه. فهمیدین؟ بله، ما وظیفه خودمون رو خوب میدونیم. راحت باشید. حالا بشینین ولی بافتنی نبافید. آفرین. رفت تو اتاق خودش. تو خیالت راحت باشه. کاری رو که بچه ها نتونستن تو دیوونه خونه انجام بدن، ترتیب میدم که تو این خونه انجام بشه. ببینم، تو کلید اتاق بغلی هایده رو داری؟ گیرش میارم. پس معطل نکن، برو برد بیار دیگه. داری تو باشا سلام عرض میکنم. سلام آقا، فرمایه ریختشو ایچ بیرید. صدای دخترم. ببینم بیمار فتا، آخه شما از جون من چی میخواد؟ چیزی که نشد. آه نه، نداریم فرار کنیم، بریم دنبالش. خیالت راحت باشه، راه فرار نداره، همینجا خودش قایم کرده. چی عزیزم منم بابا، چرا از اتاقت اومدی بیرون ها؟ دلم خون مرد، اونا میخواد منو با کشن. نه ترس عزیزم، غلط میکنن، من اینجا هستم. بیبری بیا دختر، بیا. ندیدیش؟ بالاخره گیرش میارم. برو تو دختر جون، برو تو. پس شما چی کار میکنین؟ چی رو مواظبین؟ رفته بود تو حیات، بیشتر مواظب باشین. شنیدین؟ بله. بشینین ولی نبافین. دختر بیا پایین، چرا از دیواره مردم میری بالا؟ دختر خانم بیا پایین، به علی را بگو خیال ما رو راحت کن. بابا هر کارتون نمیشه. دفعه دیگه گفتم من زری نیستم. ای دستری توی باغ مردم حالا زمین چیه؟ اسمایل ها؟ دوله دوله بچی؟ دوله شو دوله شو دیگه تو این کیپا پر بالا مرده بایشه بکنی. لا اله الا الله، بازم صدای دختره بلند شد. خفش کنیم، خفش کنیم. بیشتر فشار بده. بیشتر خفش کنیم، خفش کنیم. چی رو خفه کنم؟ عروس خانم کجا هستن؟ یالی گفتی پدر؟ پس منو میشناسی؟ خدایا سر هزار کور شکر. یه بریم افغانه و دایی و برادرش میخواد منو بکشن. نه خیر، باز حالش خراب شد و زد به کلش. یا بریم تو اتاقه تا دیگه دفعه نکنیم. زحبه، عجب، عجب، جوان شدم والله. آخه پدر، ببینید که برو تو اتاق دخترم، من نمیفهمم، پس شما اینجا چی کار هست؟ شما درست میگید. خانم شما از کجا فرار میکنید؟ مثل اینکه شما هم دیوونه هستید. دخترم خواهش میکنم برو تو. آخه پدر جون ببینید، من آخه که پدر بی پدر، برو تو اتاقت ببینم، برو. این دفعه دیگه خوب مواظب باشیم و نباف. نه.
رحمان رحیم، همزاد منه، همزاد منه. ببینم تو چی هستی؟ من هایده، دختر صادق میرزا. آخش خیالم راحت شد بابا. منم زری، دختر فسادات، نامزد آمیتی هم. پس آقا مهدی منو جای تو گرفته بود که میخواست با من عروسی کنه. چی؟ آمیتی غلط کرده بود. ببینم پایین عوضی ها من رو جایی تو عوضی گرفته بودن، میخواستم من رو بکشن؟ نه و تو میکنم، ها من تو رو عوضی کشم. این صدای آمیتی منه. آره خودشه، معطل نشو، بیا از در همون بزن برو دنبالش، الان تو باغه داره کتک کاری میکنه. نفهمیدم پدر همهش رو در میارم. نه 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 بیا تو دیگه بچه بچه خوب کشو گوشتونو باز کنیم، باز ببینیم اوضاع از چه قراره. صدای آب چیه؟ مردو در این دیگه. نه مردو، من تو رو مثل گاف پوش میکنم، تو خیال کردی؟ ای کشل مکل احمد نسمالی با پاشی رو اینا رو بگیم. یا الله بینا بچه با آسان رو بگیم. آقا چه کار میکنی؟ آقا چه من من با کفش لنگش شما نفهم میدم موتر ها اینجا بیکار نشستیم، عجیب از تو بلاشو بینم ناتر. زاری جون جونم بطا کلون خواهد دلیان نامر نفس کشکی بود. بیمیاد به جنگ من نامر مثل اینکه دو مرتبه باید برده شیمارستان. آمیتی جونم قربونت برم الهی. آقا مهدی آیا حالا میتوانه وعله رو بگیرم؟ آره جونم مطلش نکن. اینجا چه خبره دخترم؟ آخه تو چته؟ چرا از تو اتاقت اومدی بیرون؟ نفهمیدم آقا چی میفرمایم؟ آقا جون بنده که به شما عرض کردم من دختر شما نیستم، دختر شما من اینجا هستم پدر، حالم هم خیلی خوبه. اون دختر شما نیست، اون شکل منه دخترم. پدر جون ببینم شما ها آمدی من اینجا ما دخترم، دختر عزیزم. پس تو سالمی و دیوونه نیستی؟ نه پدر من سالمم. افی جون و فک و فامیلش میخواستن من و تو رو از بین ببرن که ثروت تو رو بالا بکشن. غلط کردن، همشون از این خونه میریزن بیرون. خیالت راحت باشه، خدایا شکرت. داداش جان تو معطل نکن، فوری بله رو بگی تا تکلیف گوری جوانی معلوم بشه. خب دفترم کجاست؟ دفترم کجاست؟ دفترم گم کرده. شما راضی هستید به عقد و ازدواج آقا مهدی در بیایید خانم؟ آقا مهدی کله پس کله هاش هست داره هست.